به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجمع خبرهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. امان‌الله گذر. اگر نتیجه نهایی انتخابات هم مانند نتیجه ابتدایی اعلام شود، کار در حق حکومت و کمیسیون خواهد کردیم که در تاریخ ثبت خواهد شد. همچنان گلبرین حکمتیار چنین می‌افزاید: ما توان دفاع از حق و برگزاری تظاهرات را داریم. رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری با تقلبات گسترده برگزار شد و آرای دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به گونه بی‌شرمانه به سرقت رفته است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از صبح کابل، گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی نتیجه ابتدایی انتخابات را غیر قابل قبول تصور میخواند. آقای حکمتیار افزود نتیجه انتخابات برای هر شهروند هوشیار غیر قابل تصور است. تقلب و دروغ هم حد و مرز دارد. هیچ کس گمان نمی کرد که کمیسیون انتخابات تا این پیمانه پیش برود. پیش از 2400 محل رایدهی بانک رای ما بود، اما با بیشرمی تمام آرای ما را سرقت کردند. حزب اسلامی پیش از 1,000,000 رای دهنده واجد شرایط داشت. او تاکید دارد که حزب اسلامی توان برگزاری تظاهرات بزرگ و دفاع از حق خود را دارد. روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کرد که بر اساس آن گلبدین حکمتیار با بدست آوردن 743,000 رای در جایگاه سوم قرار گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات آرای حنیف حدمر را از اعتبار ساقط ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که آرای حنیف حدمر مانند سایر کاندیدان انصراف داده شده، قابل محاسبه و اعتبار نیست. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه 2 جدی با نشر یک اعلامیه گفته است که محمد حنیف حدمر خود را در روند انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده و اسمش نیز در برگه رایدهی با شمار 17 به چاپ رسیده است. اما این کمیسیون خاطر نشان کرده، به دلیل اینکه حدمر در جریان مبارزات انتخاباتی از کاندیدان انصراف داد و انصرافش بعد از چاپ شدن اوراق رایدهی بود، آرایش مانند سایر کاندیدان منصرف شده، قابل مصاحبه و اعتبار نیست و جایگاهش نزد کمیسیون مستقل انتخابات مانند سایر کاندیدان منصرف شده است. این احضارات کمیسیون مستقل انتخابات در حال مطرح شده است که علی رقم حزب نام سایر کاندیدان انصراف داده از انتخابات، نام حریف ادمر همچنان در اعلان نتایج ابتدایی در میان کاندیدان قرار دارد. حلیف حتمر پس از آن از کاندیدانش در انتخابات ریاست جمهوری کنار رفت که او با چاپ عکس عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در کنار عکس خود به عنوان صدر اعظم آینده مخالفت کرده و این باعث شد تیم انتخاباتی او از هم پاشید. حنیف حدمر روز سه‌شنبه 2 میزان با نشر اعلامیه گفته بود: می خواهیم تصمیم خود را مبنی بر عدم اشتراک در رقابت های انتخاباتی به تاریخ 6 میزان سال 1398 خورشیدی با حفظ حق خود به حیث کاندید در صورت که انتخابات به تعویق بیفتد یک بار دیگر به سمع هموطنان عزیز خود برسانم که در انتخابات پیشرو موقف بی‌طرفی را اختیار کرده و هیچ کاندید مشخص حمایت نمی نمایم. مولانا عبدالله: نتایج ابتدایی انتخابات دارای خلای قانونی است. کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در نامه عنوانی کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید
که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دارای خلاهای قانونی است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات امروز دوشنبه 2 جدی گفته بود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که با تاخیر پیش از 2 ماه از میاد تقویم و بر اساس فیصله C119 قوس اعلان گردید دارای خلاها و تخلفات قانونی است. دکتر عبدالله افزوده بود که آن تخلفات عبارت است گنجانیدن آمار صدها فرم غیر قانونی، گنجانیدن آمار خارج زمان، گنجانیدن آمار محلات که باید با شماری می شد اما با شماری نشد و گنجانیدن فرم هایی که صندوق هایشان مفقود است در جمع آرای پاک و قانونی است. این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده است از اینکه فیصله نامه شماره 119 با مبنای فیصله نامه شماره های 104, 105, 109, 114, 115, 116 و 117 ترتیب گردیده است. من بن حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نظریات مخالف خود را با محتویای غیر قانونی مندرجات فیصله نامه های فوق با ذکر دلایل تحریم نمودم. وای خاطر نشان کرده که نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید حاصل مایات حقوقی و فنی مبنی بر اصل امانتداری، شفافیت، بی‌طرفی و استقلالیت کمیسیون ها باشد، نه فشارهای سیاسی داخلی و خارجی. مولانا عبدالله از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته که با حفظ استقلالیت بی‌طرفی و رعایت قانون انتخابات، لوایح و طرز عملهای نافذ در جداسازی آرای پاک از ناپاک اجراءات منصفانه و عادلانه کنند تا سلامت نظام مبنی بر آرای پاک مردم تضمین گردد. این در حال است که کمیسیون شکایت انتخاباتی چنین می‌افزاید به شکایت های غیر مستند رسیدگی نمی شود. کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید که شکایت نامزدان باید مستند باشد و شکایتی که مستند نباشد پذیرفته نمی شود. به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، کمیسیون شکایت انتخاباتی روز دوشنبه 2 جدی گفت که روند ثبت شکایات و اعتراضات در پیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را رسما آغاز کرد. مولوی دین محمد عظیمی معاون کمیسیون شکایت انتخاباتی در پیوند به آغاز این روند در جمع خبرگزاران گفت روند ثبت شکایت نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و برای 3 روز ادامه خواهد یابد. عظیمی افزود تا اکنون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی 4000 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کرده و دسته های انتخاباتی دیگر نیز شکایت هایشان را ثبت خواهند کرد. او اطمینان داد که کمیسیون شکایت به تمام شکایت ها بر اساس قانون مو به مو رسیدگی کرده و در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. واکنش شمار از احزاب کشور در پیوند به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری. شمار از احزاب کشور اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را تقلبی و مهندسی شده عنوان کرده و تاکید دارند بردفاس آرای پاک استفاده خواهند کرد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از پاسبان، حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی رهبری نتایج اعلام هشدار داده و به نفع تیم دولت ساز مندی شده می خواند و غیر قابل قبول عنوان کرد. در همین حال حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی نیز در یک خبرنامه گفته است نتیجه فعلی تقلبی شده از انتخابات ریاست جمهوری را نمی پذیرد و از تمام گزینه های مشروع و قانونی برای کرسی نشستن اراده مردم استفاده خواهد کرد. هدف طالبان از سفر به پاکستان چیست؟ طالبان به هدف مشروع با سران پاکستان در مورد امضای توافقنامه با آمریکا به پاکستان سفر کردند، نه به هدف دیدار با سران طالبان. به گزارش اسپوتنیک، شیلا فرید از شورای عالی سال در گفتگو با روزنامه مانگار میگوید سفر طالبان به پاکستان نشان دهنده این است که طالبان به هیچ عنوان بدون مشوره پاکستانی ها کار نمی کنند.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.